روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به توافق نخواهد بود. دیدار وزرای خارجه روسیه و ایران. لاوروف از توافق دو جانبه با ایران برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها خبر داد. امیر عبداللهیان تأکید کرد مسکو تا پایان مذاکرات هسته‌ای در کنار ما خواهد بود. وقت شما خوش بیننده و شنونده خبر پنج رأس هستید. با من پریسا صادقی از ایران اینترنشنال. سایر عناوین خبری: ابهام در سرنوشت بودجه 1401، شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد حذف ارز 4200 تومانی و آزادسازی واردات خودرو را رد کرد. سخنگوی این شورا گفت مجلس باید در مورد مصوباتی مانند خرید سربازی با نهادهای زیربط هماهنگ باشد. در 20مین روز حمله نظامی روسیه به اوکراین، ولادیمیر زلنسکی با رهبران اروپا در تماسی تصویری گفتگو کرد. بریتانیا و اتحادیه اروپا بسته‌های تحریمی جدیدی علیه روسیه تصویب کردند. و درخشش جوانان ایران در رقابت‌های کافا، تیم فوتبال زنان ایران با شکست قرقیزستان قهرمان شد. در ادامه توقف مذاکرات احیای برجام، همچنان کشورهای عضو این توافق در تلاش هستند برای پیدا کردن راه حلی برای احیای آن. درخواست روسیه از آمریکا برای معاف شدن از تحریم‌های اقتصادی در برابر ایران به مانع جدیدی در این مذاکرات بدل شده بود. در تازه‌ترین خبر، امروز حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با همتای روس خود در مسکو دیدار کرد. سرگئی لاوروف در این کنفرانس خبری گفت روسیه تضمین‌های کتبی از آمریکا دریافت کرده که تحریم‌های جهانی وضع شده علیه روسیه مانع همکاری با ایران نخواهد شد. وزیر خارجه روسیه همچنین از امضای توافق مشترک با ایران برای بی اثر کردن تحریم ها خبر داد. وزیر خارجه ایران هم گفتگوها درباره مذاکرات احیای برجام را با همتای روسی خود سازنده خواند. حسین امیر عبداللهیان تاکید کرد روسیه تا پایان مذاکرات هسته‌ای کنار ایران خواهد ماند. او گفت هیچ چیز نمیتواند روی مذاکرات وین تاثیر منفی بگذارد و تاخیر در مذاکرات اتمی ممکن است ایران را قوی تر کند. به گفته امیر عبداللهیان هیچ ارتباطی بین رویدادهای اوکراین و مذاکرات اتمی وین وجود ندارد. مایلم در همینجا اعلام بکنم که روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به توافق نخواهد بود. هیچ ارتباطی بین تحولات اوکراین که در موردش صحبت خواهم کرد امروز و مذاکرات وین وجود نخواهد داشت و ما چنانچه با طرف آمریکایی در خصوص برخی از مسائل باقی مانده که از خطوط قرمز اصلی جمهوری اسلامی ایران هست به توافق برسیم و توافق نهایی در وین حاصل بشود، بر مبنای گفتگوهایی که امروز با جناب آقای لاوروف داشتیم، روسیه همچنانی که از ابتدای این دور از مذاکرات نقش بسیار سازنده و مثبتی رو داشت، تا پایان مذاکرات و رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر عامل خارجی مانع توافق در مذاکرات احیای برجام شود، راه حل‌های دیپلماتیک دیگر جایگزین می‌شود. ما قبلا به طور شفاف گفتیم که تحریم‌های جدید علیه روسیه ارتباطی با برجام ندارد و نباید تأثیر روی توافق داشته باشد. قصد نداریم پیشنهاد جدیدی به روسیه درباره تحریم‌ها بدهیم و فکر نمی‌کنیم برای رسیدن به توافق نیاز به چنین کاری باشد. معتقدیم احیای برجام بهترین راه برای حل بحران هسته‌ای است، اما اگر عامل خارجی مانع توافق شود، راه حل‌های دیپلماتیک جایگزین داریم. مسعود منیری کارشناس انرژی هسته‌ای از تورنتو و احمد پورمندی تحلیلگر سیاسی از مونیخ با ما همراه میشن. آقای پورمندی، اجازه بدید سوال رو اینگونه آغاز بکنیم که اگر برجام احیا بشه، ایران در یک دوراهی قرار میگیره، دوراهی تعهد به جامعه جهانی برای پایبندی به تحریم‌ها علیه روسیه و یا همون سیاست نگاه به شرقش و در کنار روسیه باقی ماندن. به نظر شما ایران کدام رو انتخاب میکنه؟ با سلام به شما و بینندگان ارجمند، این دوراهی به هر حال وجود می داشت و انتخاب جمهوری اسلامی هم روشن است. جمهوری اسلامی در این صحبت‌هایی که اخیراً کردن، مقامات مشخص کرده که در کنار روسیه خواهد ایستاد و در این چارچوب هم می‌خواد مسئله برجام رو پیش ببره و بنابراین به یک برجام حداکثری در این چارچوب
به دشواری میشه رسید، ولی اگر این خبر درست باشه که ایالات متحده به روسا تضمینای لازم رو داده، معنیش این است که جمهوری اسلامی میتونه با حفظ سمگیری به اصطلاح نگاه به شرقش از دستاوردهای معینی در چارچوب قرارداد برجام محروم بشه، در چارچوب توافقنامه برجام. آقای منیر، اجازه بدید به همین موضوعی که آقای پورمندی بهش اشاره کردن بپردازیم، موضوعی که آقای لاوروف گفته که تضمین کتبی رو از آمریکا دریافت کرده در رابطه با در واقع تحریم هایی که علیهش اعمال شده در تجارت با ایران. این به چه معنا هست؟ این در واقع این تضمین چه چیزهایی رو شامل میشه؟ آقای منیری، من فکر میکنم که ارتباط ما با آقای منیری دچار اشکال شده بدن این که تصویر بله. آقای پورمندی، ادامه این بحث رو با شما ادامه بدیم اگر که ممکن هست، اگر بتونم آقای پورمندی رو داشته باشیم که من بتونم این بحث رو باشون ادامه بدم. آقای پورمندی، همین موضوعی که شما بهش اشاره کردید، اینکه آقای لاوروف گفته که تضمین کتبی رو از آمریکا دریافت کرده، به چه معناست؟ چه مواردی در این تضمین شامل میشه؟ جزئیات مسئله روشن نیست. موضع ایالات متحده آمریکا هم هنوز اعلام نشده و اون چیزی که مسلمه یک چنین تضمینی از سوی ایالات متحده به دولت روسیه نمیتونه منفرد باشه و در ارتباط با بقیه مسائل نبوده باشه. شما شاهدید که به هر حال 49 تن از سناتورهای جمهوری خواه نامه شهید لعنی به آقای بایدن نوشتن و درخواست کردن که سختگیری در رابطه با جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه. بنابراین وضعیت در داخل آمریکا چندان به سود آقای بایدن پایدار نیست و این نشون میده که تحولات داخل ایالات متحده هم در تصمیم گیری موثر بوده احتمالاً. و این سوال برای به حال ناظرین به پیش خواهد اومد که در مقابل یک همچه تعهدی، چه تعهداتی از جانب ایران و روسیه داده شده، آیا اون دو موردی که موضوع گرهی بود، یعنی تضمین ایالات متحده و درآوردن سپاه از لیست تحریم ها از جانب مقامات جمهوری اسلامی پس گرفته میشه تا آقای بایدن بتونه این توافقنامه رو در داخل آمریکا به شکلی قابل قبولی بفروشه؟ چون اینا روشن نیست، به نظر من هنوز برای اظهار نظر نهایی کمی زوده. باید صبر کرد و دید که جزئیات مسئله به چه صورته، ولی به هر حال گام مثبتی است که برداشته شده از زاویه منافع ایران و شانس احیای برجام مجدداً به وجود اومده، در حالی که تا همین چند روز پیش این تصور وجود داشت که بایستی مذاکرات برجام را خاتمه یافته تلقی کرد. آقای منیر، اجازه بدید از این فرصت که ارتباط ما با شما برقرار شد استفاده کنم، هر دو سوال رو یک زمان بپرسم. یکی اینکه آیا فکر میکنید ایران در دوراهی بین در واقع پایبندی به جامعه جهانی در مورد تحریم های اعمال شده علیه روسیه و یا نزدیکی به شرق کدام رو انتخاب میکنه؟ و هم در واقع گفته آقای لاوروف رو بررسی بکنیم، اینکه تضمین های کتبی رو از آمریکا دریافت کرده، این به چه معنا هست؟ پس سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم صادقی و همینطور مهمان برنامه. ببینید، اینکه ایران پایبند باشه به و تعهدات بین المللی و جامعه جهانی یا به سمت روسیه و شرق حرکت بکنه، تفاوتش در بودن در برجام و خارج بودن از برجام هست. اگر که ایران به توافقی با قدرت‌های جهانی برسه و در برجام باشه، به نفع جامعه جهانی، صلح و امنیت بین المللی هست و به نفع مردم ایران و ایران خواهد بود. به نظرم میرسه بهترین راه برای ایران و جامعه جهانی این هست که به توافقی دست پیدا بکنن. این ایران رو به سمت همکاری با جامعه جهانی میبره. در جهت مخالف این، اگر که توافقی صورت نگیره و ایران خارج بشه از این توافق یا به حال کشورهای دیگه از این توافق خارج بشن، اون موقع تنش‌ها به نظرم اضافه میشه. ایران به هر حال به سمت بلوک شرق حرکت میکنه، ممکنه حتی در تنش در اوکراین، روسیه با اوکراین در کنار روسیه قرار بگیره و این به هر حال شرایطی رو ایجاد میکنه که به نفع صلح و امنیت بین‌المللی نخواهد بود و به نفع مردم ایران هم نخواهد بود. در مورد تضمینای کتبی که آقای لاوروف اشاره کرده که در حال حاضر از آمریکا دریافت کرده، البته این خبر به طور رسمی از مقامات آمریکایی تایید نشده، اما اگر صحت داشته باشه، آقای منیری به چه معناست؟ آیا به معنای این هست که برجام هم احیا خواهد شد؟
به نظرم این خبر خیلی خوبی هست. همونطوری واقعا اونطوری که آدم همه انتظار داشتن که آقای امیر عبداللهیان بتونه به توافق در روسیه برسه و بتونه مسکو رو متقاعد بکنه که دست از برکارشکنی در اجرای برجام و احیای برجام بر داره و به نظر نمیاد که خیلی بتونن موفق باشن، ولی الان به هر حال خبرهای خوبی از مسکو شنیده میشه. تضمین هایی که آقای لاوروف امروز ازش صحبت کردن بیشتر در حیطه پیشبرد برنامه‌های هسته ایران هست، یک مقداری متفاوت هست از اون چیزی که هفته قبل آقای لاوروف گفتن، که اون تقریباً بر اساس صحبت‌های آقای لاوروف شامل تمام همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ایران می‌شد، که اینها از تحریم‌هایی که بر علیه روسیه اعمال شده اونها رو می‌خواستن که مستثنا بشه. یک مقداری متفاوت هست این چیزی که آقای لاوروف امروز فرمودن، ولی به هر حال این به نظرم یه قدم مثبت هست. باید ببینیم که واکنش آمریکا در قبال این صحبت‌ها چگونه خواهد بود. سپاسگزارم از توضیحات هر دو میهمان برنامه، احمد پورمندی تحلیلگر سیاسی از مونیخ و مسعود منیری کارشناس انرژی هسته از تورنتو. در ادامه مجموعه خبری به گزارش‌ها درباره افزایش ابهام در سرنوشت بودجه 1401 می‌پردازیم. شورای نگهبان با مصوبات اصلی مجلس در حوزه اقتصادی از جمله حذف ارز 4200 تومانی و همچنین آزادسازی واردات خودرو مخالفت کرد. خبر 5 عصر ادامه میدیم با هم با مروری بر مهم‌ترین عناوین خبری. روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به توافق نخواهد بود. دیدار وزرای خارجه روسیه و ایران. لاوروف از توافق دو جانبه با ایران برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها خبر داد. امیر عبداللهیان تأکید کرد مسکو تا پایان مذاکرات هسته‌ای در کنار ما خواهد ماند. ابهام در سرنوشت بودجه 1401. شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد حذف ارز 4200 تومانی و آزادسازی واردات خودرو را رد کرد. سخنگوی شورا گفت مجلس باید در مورد مصوباتی مانند خرید سربازی با نهادهای زیرفت هماهنگ باشد. در 20مین روز حمله نظامی روسیه به اوکراین، ولادیمیر زلنسکی با رهبران اروپا در تماسی تصویری گفتگو کرد. بریتانیا و اتحادیه اروپا بسته‌های تحریمی جدیدی علیه روسیه تصویب کردند. و درخشش جوانان ایران در رقابت‌های کافا، تیم ملی فوتبال زنان ایران با شکست قرقیزستان قهرمان شد. در روزهای پایانی سال و موعد تصویب بودجه، شورای نگهبان با مصوبات اصلی مجلس در حوزه اقتصادی از جمله حذف ارز 4200 تومانی و آزادسازی واردات خودرو مخالفت کرد. موضوعی که با توجه به ابعاد امنیتی و اجتماعی این تصمیمات و همچنین حضور نهادهای مانند اطلاعات سپاه پاسداران در جلسات تصمیم گیری در این حوزه، احتمال ورود نهادهای حکومتی بالاتر از مجلس به این حوزه برای اخذ تصمیم نهایی را تقویت می‌کند. کمتر از 4 روز تا شروع سال 1401 و تصمیم ها درباره ارز ترجیحی در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان بار دیگر معلق ماند. از ارز 4200 تومان با 194 رأی موافق کمتر از 10 روز پیش در مجلس رأی آورده بود. امروز شورای نگهبان ضمن رد این مصوبه به دلیل ایرادات شورای عالی نظارت آن را به مجلس ارجاع داد. شورای نگهبان نسبت به متنی که نوشته شده بود اجمالاً نکته‌ای نداشت، ولی هیئت عالی نظارت جز همون مواردی که عرض کردم، هیئت عالی نظارت خب نکات خودش رو در قالب اون نامه در این مورد هم به ما ارسال کرده بود. لذا باید عرض بکنم که پرونده این موضوع همچنان قاطعا بازه و مجلس باید اصلاحاتی در مصوبه خودش انجام بده. مشخص نیست آیا این ایرادها در راستای حفظ ارز ترجیحی یا حذف آن است. در واقع مهمترین بخش بودجه 1401 برای مردم و گره خورده با نرخ کالاهای اساسی در هزار توی سیاست‌های کلان نهادهای حکومت گیر افتاده است. پیشتر که رأی به حذف ارز ترجیحی نهایی شد، اگرچه که بنا به گفته شماری از نمایندگان مجلس این تصمیمی یک دقیقه‌ای بود، اما نشست وین هنوز با بن‌بست بازی روسیه با کارت ایران روبرو نشده. حالا اما جیب ارزی دولت دچار تهدیدات جدی شده و باید برای گذار از بحران تمهیداتی پیاده کند. مشابه همین تصمیم برای آزادسازی واردات خودرو یا معافیت سربازی اتفاق افتاده.
دولت که خود سهام داره عمده شرکت‌های انحصاری خودروساز است، وعده رقابتی شدن بازار و کاهش قیمت خودرو را داد. حالا اما تحقق این وعده‌ها هم با مخالفت نهادهای بالاتر حکومت مواجه شده. سوی دیگر این بدعهدی‌ها واقعیت زندگی هر روز شهروندان است با شیب سودی نرخ کالا و خدماتی که توقف ندارند. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از ثبت تورم بیش از 470% قیمت کالاهای وارداتی در 4 فصل منتهی به پاییز خبر می‌دهد. این عدد پیش از حذف ارز ترجیحی است. معادلات کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که حذف ارز 4200 تومانی بازار را با شوک جدی‌تر و بحران جدیدی روبرو خواهد کرد. بحرانی فراتر از بحران اقتصادی، بحرانی که فرماندهان سپاه پاسداران در اسنادی که توسط گروه سایبری امام علی 13 بهمن رسانه‌ای شد، بر آن اذعان داشتند. نقشه راه حکومت در قبال ارز ترجیحی و اساس سیاست‌های کلان اقتصادی در همان اسناد هویداست. برگزاری نشست غیرعلنی مجلس درباره ارز ترجیحی 1 اسفندماه با حضور حسین طائب مسئول اطلاعات سپاه هم تاییدیه‌ای بر آن تصمیم هاست. وعده ابراهیم رئیسی برای ریشه‌کن شدن فقر در 1 هفته و گران نشدن کالاهای اساسی حتی دیگر جنبه تبلیغاتی و عوام‌فریبی خود را هم از دست داده. فیروز جابانی، لندن. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران با ما هستن. چه دلایلی هست آقای غیبی که این همه سردرگمی وجود داره برای تصمیم گیری در مورد حذف ارز 4200 تومانی؟ حذف ارز 4200 تومانی فارغ از اینکه از ابتدا اشتباهی بود که در اقتصاد ایران رخ داد، حذفش یکی از پرخطرترین تصمیمات اقتصادی قبل و بعد از اتفاقات سال 57 هست و میتواند معادلات حتی سیاسی کشور رو به هم بزنه. بنابراین بسیاری از مردم نگران این هستن، خود دولت مردان، شورای نگهبان، تمام اینها به دنبال راهی هستن که کمترین آسیب رو حکومت از این تصمیم بگیره. این شورای نگهبان وقتی ورود میکنه به دنبال پاسداشت و پاسداری از معیشت و اقتصاد خانواده ها نیست. اونها نگرانی های فراتر از اینها دارن و نگران اصل حکومت اسلامی هستن. چه ما مردم هم نگرانیشون اینه که در دهه 90 بنابر آماری که وجود داره کالا و خدمات بیش از 9 برابر، نزدیک به 7 برابر رشد داشته، اما در مقابلش دستمزدها نزدیک به 3 برابر رشد رو تجربه داشته. تمام این اتفاقاتی که زیر پوست اقتصاد جاری هست و میتواند ملتهب کنه جامعه ایران رو، موجب شده تا یک نوع سردرگمی در بین سران قوای و همچنین نهادهای موازی ایجاد بشه که نتونن تصمیم درست رو برای این تصمیم پرخطر و پر ریسک بگیرن. آقای غیبی، البته من فکر می‌کنم یک مشکلی در واقع پخش تصویر شما وجود داره، اما صدای شما رو من به خوبی می‌شنوم. فکر کنم این مشکل تصویری هم الان برطرف شده. شما اشاره کردید به موضوع افزایش قیمت‌ها. خود دولت دیروز گفت 90% در واقع تورم در خوراکی‌ها الان در شرایط فراتر از بحرانی قرار داره. الان این مسئله سردرگمی درباره تصمیم‌گیری درباره حذف ارز 4200 تومانی رو هم اگر نگاه بکنیم، تأثیرش روی کالاهای اساسی در سال آینده چطور خواهد بود؟ ببینید، کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت می‌کردند تا امسال تا 6 برابر می‌تونن افزایش قیمت رو تجربه کنن. این در حالیه که ما شیب سعودی آهسته و پیوسته افزایش قیمت‌ها رو همچنان داریم. این دو وقتی با هم ادغام بشن و همزمان با هم بشود، میتواند یک شوک تورمی بسیار زیادی رو به اقتصاد ایران تحمیل بکنه. از اونور ما صحبت هایی هم که میشنویم شاید ربطی به این سوال نداشته باشه، ولی باید بهش اشاره کنیم، بیشتر در راستای پروپاگاندا هست. وقتی وزیر صنعت میآید میگوید که ما 5000 قلم کالا رو کاهش قیمت داشتیم، اینها با اون فرمولی که در واقع اقتصاد ایران اجرا کردن، حذف قیمت مصرف کننده، جایگزینی قیمت تولید کننده، این رو به عنوان اون اتفاق ظاهری رو به عنوان کاهش قیمت دارن در نظر میگیرن و دارن اعلامش میکنن. ولی اتفاقی که برای کالای اساسی میفته افزایش تا 6 برابری
در سال آینده است که این اتفاق میتواند مصرف بسیاری از کالاهای اساسی مردم رو به زیر استانداردهای جهانی و حتی پایین‌تر از کشورهای فقیر و آفریقایی برسونه. سپاسگزارم از توضیحات شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی که از تهران با ما همراهی می‌کردید. نگاهی داشته باشیم با هم به روایت‌های شما. ندا رامش در استودیو با ما همراه شده تا از روایت‌های شما بگه. ندا، پس دیروز مجروحان جنگ ایران و عراق برای پیگیری مطالباتشون و همینطور در انتقاد به عملکرد قاضی‌زاده هاشمی که رئیس بنیاد هست، روبروی ساختمان بنیاد شهید تو خیابان طالقانی تهران تجمع کردن. گفته میشه که در اطراف این ساختمان دیروز جو امنیتی برقرار شده و 80 نفر از تجمع کننده ها رو نیروهای امنیتی بازداشت کردن. ببینیم ویدیوشو. 250 نفر از دوستان آزاده و جانباز جمع شده بودن، تصمیم داشتن جمع بشن جلوی بنیاد در اعتراض به عملکرد آقای قاضی زاده. این بنده های خدا رو همه رو گرفت، اطلاعات کرد تو ماشین و آوردن الان پلیس امنیت اخلاقی. مگه اینا جانباز نیستن؟ اصلا اینا چه کاری کردن که باید بگیرنشون؟ لطف بفرمایید الان جلوی پلیس امنیت ایستادیم. این بنده های خدا هم تو، هم خیلی هاشون هم قرصی هست. جانباز 70% با مشت زدن تو سینه‌اش افتاده بیهوش شده. واقعا ما دردمونو به کی بگیم؟ کارکنان شرکت مخابرات مشهد هم برای پیگیری مطالباتشون تجمع اعتراضی برگزار کردند. نیروی انتظامی ما در جمع معترضان حاضر شد و از اونها خواست که محل رو ترک بکنن. چند روز بیشتر به سال نو نمونده، مسئولان کارخانه سیمان خمسه گروهی از کارگران این شرکت رو اخراج کردند. دلیل اخراج کارگران هم پیگیری مطالباتشون از جمله افزایش حقوق، انتخاب نماینده کارگری و شیفت‌های کاری بوده. چند روزیه که ویدیوهای زیادی تو شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه از کمبود گازوئیل در جایگاه‌های سوخت و ایجاد صف‌های طولانی برای سوختگیری. مدیر عامل شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی دو روز پیش در واکنش به این موضوع اون رو یک ادعا خوند و گفت اگه یک جایگاه سوخت نداشت، راننده‌ها برن به جایگاه قبلی یا بعدی. باشگاه خبرنگاران جوان هم در رابطه گفته جایگاه‌های سوخت نمیتونن به صورت 24 ساعته گازوئیل توزیع کنن. صف گازوئیل مشهد امروز دوشنبه 3/12/1400 تو چاه نفت نشستیم برای 70 لیتر گازوئیل تا ساعت 11:00 با تو صف باشیم. یکی از اعضای خانه تئاتر در ویدیویی که در یک صفحه اینستاگرامی که اخبار تئاتر و سینما رو منتشر میکنه میگه خانه تئاتر برای نوروز برای اعضاش بسته معیشتی فرستاده که همشون تاریخ گذشتن. حتما هی عده شما با منت بزرگتراتون مواجه شدین، یعنی آدمای پشت میز نشین که به شما ایدی دادیم. ما هم مواجه شدیم. اول از همه از حبوبات شروع میکنم. با یک سال تاریخ مصرف گذشته، یک سال تاریخش انقضا پیدا کرده. خب میتونید اینجا رو ببینید. عدس و همین منوار، این هم با تاریخی که اینجا ملاحظه میکنید دیگه نیاز به گفتن من نداره. چای نورسته رو میبینید
که اولین بار اسمش رو میشنوم و تاریخش هم اینجا میبینی. روبی که تاریخ انقضاش گذشته و روی بستهش باد کرده. شش بسته ماکارونی با این تاریخ انقضا. دوستان عنایت کردن، هر آن چیزی که در انبارهاشون مونده برای ما تحفه و هدیه دادن و ما بسیار بسیار ازشون سپاسگزاریم. فردا صبح به تاریخ 24/12/1400 اینها رو به خانه تئاتر عودت میدم و ازشون تقاضا میکنم صمیمانه به همه اون نیازمندانی که اینا رو به ما هبه کردن برگردونن. به نظر میرسه موج گرانی ها نه تنها در ایران بلکه در کشور همسایه عراق هم شهروندان عراقی رو با مشکلات زیادی روبرو کرده. تو ویدیویی که تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یک شهروند عراقی که از پاسخ مسئولان برای علت گرانی ها ناامید شده، راه حل دیگه‌ای برای پرسش سوالش پیدا کرده. من هو السبب؟ اريد جواب، يعني نسأل من حقيقة؟ نسأل يعني أنت برأيك، برأيك شنو السبب اللي صعد المواد الغذائية؟ ماكو جواب، أكيد ماكو جواب، أكيد ماكو جواب. نه به انفجار هسته‌ای و آری به جهان آفتابی. این بخشی از آهنگ معروف ضد جنگ هسته‌ای که کار دست ارکستر نظامی سن پترزبورگ در روسیه داد. یک ارکستر نظامی در حال اجرای این آهنگ در یک مرکز خرید بود که نیروهای امنیتی روسیه اونها رو غافلگیر رو در میان جمعیت دستگیر میکنن. گفته میشه که این ویدیو مربوط هست به بعد از جنگ کریمه، اما این روزها با دستگیری‌های گسترده مخالفان جنگ و زمزمه جنگ هسته‌ای دوباره در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. یک مؤسسه مردم نهاد روس گفته بیش از 15,000 مخالف جنگ تو روزهای گذشته در روسیه دستگیر شدن. این همه از روایت شما. دیگه تصاویر و ویدیوهایی که دوست دارین دیده و شنیده بشن از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور پیام رسان‌های واتساپ، تلگرام و سیگنال به شماره 2044-78-3000-7000 برای ما بفرستین. پیسا؟ ممنونم از تو ندا رامش، اینجا در استودیو با ما همراهی میکرد با بررسی روایت‌های شما. در ادامه خبر پنجاه است به آخرین جزئیات از 20 روز تجاوز روسیه به اوکراین میپردازیم. همزمان با تشدید حملات در کیف، اتحادیه اروپا 4 بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کرد. همراه شما هستیم، مروری بر مهمترین عناوین خبری. روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به توافق نخواهد بود. دیدار وزرای خارجه روسیه و ایران. لاوروف از توافق دو جانبه با ایران برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها خبر داد. امیر عبداللهیان تأکید کرد مسکو تا پایان مذاکرات هسته‌ای در کنار ما خواهد ماند. ابهام در سرنوشت بودجه 1401. شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد حذف ارز 4200 تومانی و آزادسازی واردات خودرو را رد کرد. سخنگوی این شورا گفت مجلس باید در مورد مصوباتی مانند خرید سربازی با نهادهای زیرفت هماهنگ باشد. در 20 روز حمله نظامی روسیه به اوکراین، ولادیمیر زلنسکی با رهبران اروپا در تماس تصویری گفتگو کرد. بریتانیا و اتحادیه اروپا بسته‌های تحریمی جدیدی علیه روسیه تصویب کردند. درخشش جوانان ایران در رقابت‌های کافا، تیم فوتبال زنان ایران با شکست قرقیزستان قهرمان شد. 20 روز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با حملات هوایی گسترده به کیف ادامه پیدا کرد. در بمباران 4 آپارتمان مسکونی در پایتخت دست کم 4 شهروند اوکراینی کشته شدند. گزارش‌ها از حضور نیروهای روسیه در 10 کیلومتری کیف حکایت دارند. در شهر دنیپرو فرودگاهی با موشک‌های روسی بمباران شده. در جنوب اوکراین به تایید وزیر دفاع روسیه، ارتش کنترل کامل قلمرو منطقه خرسون را به دست گرفته. به گزارش رویترز تعداد پناهجویانی که از جنگ اوکراین گریختند نزدیک به 2,800,000 نفر برآورد می‌شود. رئیس جمهور اوکراین در تماسی تصویری با رهبران اروپا گفتگو کرد. ولادیمیر زلنسکی با ابراز ناامیدی از برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین گفت ناتو قوی ترین اتحاد در جهان است، اما به نظر می رسد برخی رهبران عضو این پیمان از تجاوز روسیه هیپنوتیزم شدند.
مسئله پرواز ممنوع هست که هنوز آغاز نشده و اجازه داده که ارتش روسیه همچنان بمباران بکنه، شهرهای آرام و نابود بکنه، خانه‌های مسکونی، بیمارستان‌ها و مدارس رو در کیف امروز بسیاری از ساختمان‌ها بمباران شدن و خیلی ها کشته شدن. اما با هم بریم تصاویر زنده ببینیم از نشست خبری یس استولتنبرگ دبیر کل ناتو، که این نشست خبری پیش از جلسه فوق‌العاده وزرای دفاع کشور عضو ناتو برای بررسی بحران اوکراین برگزار میشه. ندارن ولی این کار رو انجام دادن. اونها ادعا داشتن که اونها نیروهای خودشون رو به عقب میکشن، ولی اونها هرچه بیشتر نیرو اونجا ارسال میکنن. اونها ادعا کردن که از غیر نظامی ها دفاع میکنن، ولی اونها غیر نظامی ها رو میکشن. الان ادعاهایی دارن در مورد مسائل بیولوژیکی و سلاح‌های شیمیایی در اوکراین. این یک دروغ دیگر بیش نیست و ما نگران هستیم که مسکو میتونه یک عملیات ایزایی دیگر رو رقم بزنه که در اون از سلاح‌های شیمیایی نیز استفاده بکند. مردم اوکراین با شجاعت در حال جنگیدن هستند و از خانه‌های خودشون دفاع می‌کنند، از آینده خود دفاع می‌کنند و ما بایستی از آنها حمایت و پشتیبانی بکنیم. فردا وزیر دفاع اوکراین الکسی نسلیکوف نیز با ما خواهد بود و بقیه شرکای ما از گرجستان، فنلاند، سوئد و اتحادیه اروپا در جلسه حاضر خواهند بود. تمام دنیا محکوم کرده این جنگی که اتفاق افتاده. متحدان ناتو، ایالات متحده و اروپا تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را اعمال کردن علیه روسیه. برای سال‌ها متحدان ناتو ده‌ها هزار نیروی اوکراینی را آموزش داده‌اند که الان خیلی از اونها دارن در خط مقدم مبارزه میکنن. متحدان ما همچنین بخشی از صحبت‌های یس استولتنبرگ دبیر کل ناتو رو با هم دیدیم و شنیدیم. حتما جزئیات صحبت‌های اون رو در بخش‌های بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما همزمان در اروپا تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده نشان میدهد پلیس بریتانیا سعی می‌کند افرادی رو که به خانه گران قیمت اولگ دیریپاسکا از اولیگارش‌های مشهور روسیه در مرکز لندن هجوم برده خارج کند. همکارم لیلی نیکفر از لندن، البته فکر میکنم در نزدیکی همین خانه‌ای که پلیس لندن برای در واقع متفرق کردن مهاجمان به اونجا رفته بود با ما باشه. لیلی برای ما بگو از جزئیات این خبر و الان در چه شرایطی است. این گروه در واقع گروهی که خودشون رو آنارشیست معرفی کردن، ماخنویست های لندن نامیدن اسم خودشون رو، از نستور ماخنو یک آنارشیست اوکراینی گرفتند. در واقع این خونه رو، این دری که پشت سر من میبینید رو تقریبا میشه گفت از جا کندن و پلیس مجبور شده بعد از تخلیه این معترضان حمله روسیه به اوکراین یک در واقع حفاظ آهنی به اینجا نصب کنه. تمام تیکه های چوبی این در اینجا ریخته و خیلی از آبرینی که از اینجا عبور میکنن همچنان میان و تعجب میکنن از اینکه چطور تونستن این معترضان وارد این خونه بشن، به خاطر اینکه اینجا یک منطقه در واقع بسیار مرفهیه که در واقع قرار بوده که امنیت بالایی داشته باشه از نظر خیلی از آبرانی که از اینجا میگذرن. خونه هایی که اینجا هست خونه های مجللی هستن. این خونه گفته میشه که حتی سینمای اختصاصی، حمام ترکی اختصاصی و خیلی امکاناتی که یک امارت میتونه داشته باشه رو داشته، ولی یک تعداد کمی معترض تونستن وارد این خونه بشن و اونطور که گفته قصد داشتن که اینجا رو تبدیل به مکانی بکنن برای پناه دادن، اسکان دادن پناهجوهای اوکراینی. بسیار عالی، ممنونم از تو لیلی نیکفر که از لندن با ما همراهی میکردی.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا چهارمین بسته تحریمی خود علیه برخی افراد و نهادهای روسی را به تصویب رساندند. ممنوعیت واردات فولاد و آهن از روسیه و ممنوعیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نفتی و انرژی بخشی از این بسته تحریمی است. بریتانیا هم 350 تحریم جدید را به لیست تحریم‌های روسیه اضافه کرد. ژاپن هم دارایی‌های 17 فرد روس از جمله اعضای خانواده یکی از متحدان نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسدود کرده است. ایوان سیدا معاون دوم سفارت اوکراین در کویت از کویت با ما همراهی می‌کنند. آقای سیدا، 20 روز می‌گذره از حمله نظامی روسیه به اوکراین. الان در حال حاضر وضعیت نیروهای دفاعی اوکراین رو چطور می‌بینید؟ آیا چشم‌اندازی برای پایان این جنگ می‌بینید؟ بله، همونطوری که کرملین روسیه انتظار داشت، اوکراین در 3 روز تسلیم نشد و تمام فرماندهی سیاسی و نظامی در شهر کیف میموند و از اونجا همه دفاع اوکراین اداره میکنند و هیچ شهر بزرگی به استثناء خرسون از طرف روسیه گرفته نشد. ارتش و مردم اوکراین ادامه میکنند از کشور خود دفاع بکنند و نیروهای روسیه الان میبینیم، خیلی خوب میبینیم که اونها نمیتوانند به طور موفق حمله بکنند و تلاش میکنند مناطقی که اشغال شده زیر کنترل خود ادامه بکنند. و الان در شهرهای بزرگ اوکراین به طور موقت که زیر نیروهای روسیه هستند، مردم اوکراینی علیه اشغالگران تظاهرات میکنند و هیچ کس برای روسیه سلام نمیکند. خب، من میخوام بگم که تمام نیروهای روسیه که برای تهاجم اوکراین آماده شده بودند الان وارد اوکراین هستند و ولی ارتش اوکراینی و مردم اوکراین خیلی شدید، خیلی درست دفاع می کنند و نیروهای روسیه متحمل خسارات سنگینی شده اند. فقط می خواستم یک چیز اضافه کنم که من فکر می کنم که روسیه الان فهمید که حمله به اوکراین اشتباه بزرگ بود و امیدوارم که فشار ارتش اوکراینی و فشار اقتصادی از طرف جامعه بین الملل باعث پایان جنگ بشود. آقای سیدا، به فشار اقتصادی و تحریم ها اشاره کردید. امروز اتحادیه اروپا چهارمین بسته تحریمی خودش رو هم علیه روسیه در واقع تصویب کرد. چقدر فکر میکنید مجموعه اتفاقاتی که افتاده و تحریم هایی که اعمال شده بتونه روسیه رو منجر به این بشه که روسیه وادار بشه از اوکراین خارج بشه و این جنگ پایان پیدا بکنه؟ بله، واقعا تحریم های بی سابقه اهمیت ویژه‌ای دارد و اقتصاد روسیه را منزوی می کند و تا روسیه ظرفیت های اقتصادی و مالی برای ادامه جنگ را نداشته باشد و به دلیل جنایتی که روسیه در اوکراین مرتکب می شود تحریم ها باید بیشتر تقویت و گسترش یابد. الان مثلا می بینیم که روسیه دسترسی به نیمی از ذخایر طلای خود را از دست داد. همچنین صادرات دلار و یورو به روسیه ممنوع شده است و پول روسیه به شدت کاهش یافته است، تقریبا دو برابر در حال حاضر. و شرکت های روسیه ور شکست می شوند و هم تجارت با روسیه کاهش می یابد و تا دیروز 14 مارس 29 شرکت های بین الملل از روسیه بیرون رفتند، یعنی خارج شدند و تقریبا 400 شرکت به طور موقت کار توقف کرد. و من فکر میکنم که این تحریم ها باید ادامه بیابد تا اقتصاد روسیه وارد مرحله بشود. ممنونم آقای سیهیدا. ایوان سیهیدا معاون دوم سفارت اوکراین در کویت که از کویت با ما همراهی میکردید. عذرخواهی میکنم که به دلیل کمبود وقت باید صحبت شما را قطع میکردم. ممنونم که تا این لحظه با ما همراهی کردید. خبرهای ورزشی رو ببینید و بشنوید. بعد من مجددا با ادامه خبر پنج اصر با شما خواهم. با سلامی دوباره با ادامه خبر پنج اصر همراه شما هستیم. مروری بر مهمترین عناوین خبری. روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به توافق نخواهد بود. دیدار وزرای خارجه روسیه و ایران. لاوروف از توافق دو جانبه با ایران برای بی اثر کردن تحریم ها خبر داد. امیر عبداللهیان تاکید کرد مسکو تا پایان مذاکرات هسته‌ای در کنار با خواهد ماند.
ابهام در سرنوشت بودجه 1401. شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد حذف ارز 4200 تومانی و آزادسازی وارد خودرو واردات خودرو را رد کرد. سخنگوی این شورا گفت مجلس باید در مورد مصوباتی مانند خرید سربازی با نهادهای زیرفت هماهنگ باشد. در 20مین روز حمله نظامی روسیه به اوکراین، زلنسکی در گفتگو با رهبران اروپا گفت باید بپذیریم ناتو اوکراین را به عضویت نمیپذیرد. بریتانیا و اتحادیه اروپا بسته‌های تحریمی جدیدی علیه روسیه تصویب کردند. و ابراز نگرانی کارفرمایان از افزایش بیکاری و تعدیل نیرو در پی افزایش 57% حداقل دستمزد. معاون وزیر کار میگوید به واحدهای تولیدی که نیروی کار خود را تعدیل نکنند معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای می‌دهیم. همین ابتدای برنامه بریم تصویر زنده ببینیم از نشست خبری ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو که این نشست خبری پیش از جلسه فوق‌العاده وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو برای بررسی بحران اوکراین برگزار شد. در این پرتابه و این پهپاد وجود داشته. من با نخست وزیر پکوویچ روز یکشنبه صحبت کردم و داریم با کار میکنیم که واقعیت‌ها رو چک بکنیم، حقیقت‌ها پیدا بکنیم و نشانه هایی که داریم نشان دهنده این است که این یک پهپاد غیر مسلح بوده و خب این که درون بوده که درسته، ولی این سوختش تمام شده و خارج از در کرواسی سقوط کرده، ولی هرچه بیشتر حقیقت‌ها و واقعیت‌های بیشتری رو بهش دسترسی پیدا خواهیم کرد، ولی این اون چیزی است که تا الان از اون اطلاع داریم و من همینطور فکر می‌کنم که بسیار حائز اهمیت هست که ما بدونیم که متحدان اطلاعات رو با هم رد و بدل می کنند و این پهپاد ردگیری شده توسط پدافند هوایی ناتو و پس از اون در زاگرب سقوط کرده، ولی ما بایستی بگم که دوباره بایستی که مطمئن بشیم که تمام اعضای ناتو درگیر موضوع هستند و بتونیم اطلاعات رو با هم دیگه به اشتراک بگذاریم و از حقیقت ماجرا مطلع بشیم و این احتیاج داره که هرچه بیشتر یک پارچه بشیم و هرچه بیشتر اطلاعات بین متحدان رد و بدل بشه و همینطور بیشتر سرمایه گذاری بکنیم و بهبود ببخشیم و به روز رسانی بکنیم هر آن چیزی که لازم هست، تجهیزات مثل رادار یا سیستم های پدافند هوایی و اون کاری است که ما باید انجام بدیم. همینطور پاتریوت های بیشتری نیز مستقر میشه در جبهه شرقی قلمرو ناتو. رابرت لوپیتو هستند برای سوال بعدی. تشکر میکنم برای اینکه به من این اجازه دادین سوال بپرسم. آقای دبیر کل، من میخوام از شما بپرسم که آیا این فرایندها سرعت بیشتری خواهد داشت برای اینکه که در رومانی گروه های ناتو هرچه سریعتر مستقر بشن و همینطور در مورد پدافند هوایی و موضع هوای ناتو به چه صورت خواهد بود بعد از اینکه این اتفاق افتاده و همینطور در مورد جبهه شمالی ناتو میخوام بپرسم که نیروهای بیشتری به اونجا فرستاده خواهند شد یا خیر و همینطور در رومانی و بلغارستان شرایط به چگونه خواهد بود. ما افزایش دادیم تا کنون حضور خودمون رو در جبهه شرقی ناتو، همینطور منطقه دریای سیاه، با استقرار هرچه بیشتر نیروها و نیروهای بیشتری هفته‌های گذشته به رومانی رفتن، همینطور نیروهای آمریکایی و آلمانی و نیروهای دیگر اونجا حضور دارند و حضورشون افزایش پیدا کرده و الان یکی از مؤلفه‌های اصلی نیروی واکنش سریع نیز به رومانی من جمله نیروهای فرانسوی اونجا ارسال شدند و این نشان دهنده این هست که به طرز قابل ملاحظه‌ای استقرار و استقرار نیروها افزایش پیدا کرده و این در حدود 40,000 نیرو نیز در حالت آماده باش هستند و تحت فرماندهی مستقیم ناتو قرار دارند. برابری این افزایش قابل ملاحظه حضور هم در رومانی در شمال شرق قلمرو و هم در منطقه بالتیک رو نشان میده و این واکنش آنی و سریع ما بوده و همونطور که میدونید که نیروهای ضربت اونجا که شامل نیروهای فرانسه هم میشه و نیروهای ضربت هستن، اونها هم در حال آماده هستن و
ما با نیروهای ما با وزارت دفاع داریم بررسی میکنیم. این فقط مسئله اوکراین نیست، ولی داریم به نیاز بروز کردن و افزایش و کار کردن بر روی موضع دفاعی خودمون هستیم با توجه به اتفاقی که در اوکراین افتاده و در مواجهه و رویارویی با خطراتی که ایجاد کرده این تجاوز، و همینطور ما بایستی ارزیابی بکنیم گزینه‌های مختلفی رو داریم، بایستی از فرماندهان نظامی خودمون نیز نظراتشون رو دریافت بکنیم. فردا در جلسه فوق‌العاده وزارت دفاع ما از فرماندهان خواهیم پرسید نظر اونها رو، که ببینیم که بتونیم برای اینکه با شرایط فعلی چه چیزهایی نیاز هست که بتونیم هرچه بیشتر خودمون رو وفق بدیم و خودمون رو آماده بشیم. نیروی دریایی و هوایی خودمون رو نیز افزایش خواهیم داد و همچنین به دنبال این هستیم که بتونیم موضع خودمون رو در طولانی مدت روش بیشتر کار بکنیم، و این به زمان بیشتری نیاز داره به خاطر اینکه بایستی در مورد اون صحبت بکنیم و در پایان ماه جون در گردهمایی ناتو و جلسه ناتو به این موضوع خواهیم پرداخت. تشکر میکنم از شما. این پایان جلسه امروز بود. نشست خبری ینس استولتنبرگ بود، دبیر کل ناتو، که در پاسخ به سوال خبرنگاران از افزایش نیروها و تجهیزات ناتو در شرق اروپا گفت و از اهمیت بروز کردن و افزایش موضع دفاعی ناتو پس از مواجهه با بحران اوکراین، که حتما ما در بخش‌های بعدی خبر جزئیات نشست خبری آقای استولتنبرگ رو بیشتر مرور خواهیم کرد. اما بپرسیم به خبرهای مربوط به مذاکرات احیای برجام. در ادامه توقف این مذاکرات، همچنان کشورهای عضو این توافق در تلاش برای پیدا کردن راه حلی هستند برای احیای آن. درخواست روسیه از آمریکا برای معاف شدن از تحریم‌های اقتصادی در برابر ایران به مانع جدیدی در این مذاکرات بدل شده. در تازه ترین خبرها امروز، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با همتای روس خود در مسکو دیدار کرد. سرگئی لاوروف در این کنفرانس خبری گفت روسیه تضمین‌های کتبی از آمریکا دریافت کرده که تحریم‌های جهانی وضع شده علیه روسیه مانع همکاری با ایران نخواهد شد. وزیر خارجه روسیه همچنین از امضای توافق مشترک با ایران برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها خبر داد. وزیر خارجه ایران هم گفتگوها درباره مذاکرات احیای برجام را با همتای روس خود سازنده خواند. حسین امیر عبداللهیان تاکید کرد روسیه تا پایان مذاکرات هسته‌ای کنار ایران خواهد ماند. او گفت هیچ چیز نمیتواند روی مذاکرات وین تاثیر منفی بگذارد و تأخیر در مذاکرات اتمی ممکن است ایران را قوی تر کند. به گفته امیر عبداللهیان هیچ ارتباطی بین رویدادهای اوکراین و مذاکرات اتمی وین وجود ندارد. مایلم در همین جا اعلام بکنم که روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به توافق نخواهد بود. هیچ ارتباطی بین تحولات اوکراین که در موردش صحبت خواهم کرد امروز و مذاکرات وین وجود نخواهد داشت، و ما چنانچه با طرف آمریکایی در خصوص برخی از مسائل باقی مانده که از خطوط قرمز اصلی جمهوری اسلامی ایران هست به توافق برسیم و توافق نهایی در وین حاصل بشود، بر مبنای گفتگوهایی که امروز با جناب آقای لاوروف داشتیم، روسیه همچنانی که از ابتدای این دور از مذاکرات نقش بسیار سازنده و مثبتی رو داشت، تا پایان مذاکرات و رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. همکارم علی کاظمی از یکاترینبورگ روسیه با ما همراهی میکنه. از تو بیشتر بشنویم علی، از آنچه که در این نشست خبری گفته شد و آنچه که در رسانه ها و در واقع شبکه های خبری روسیه به اون پرداخته شد در این زمینه. بذار در ابتدا بگم بعد از اینکه وقفه‌ای به وجود آمد در مذاکرات وین، روز گذشته وزارت خارجه روسیه اعلامیه‌ای را پخش کرد که توافقات و مذاکرات ادامه خواهد پیدا کرد بدون وقفه، گفته ادامه پیدا میکنه، ولی نماینده ها گفته برای رایزنی ها به کشور خودشان رفته. گفته به نظر میرسه در ادامه همین رایزنی هاست که وزیر امور خارجه ایران آقای عبداللهیان به مسکو آمده تا با سرگئی لاوروف صحبت کنه، حتی قبل
قبل از این سفر در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده بود که ما در مذاکرات وین در کنار ایران خواهیم بود و در بیشتر موارد نظر مشترکی خواهیم داشت. امروز در کنفرانس خبری و حتی قبل از اینکه آقای عبداللهیان با آقای سرگئی لاوروف دیدار بکنه در فرودگاه مسکو به خبرنگاران چنین چیزی را یادآوری کرد که نکات مهمی در مورد مذاکرات وین با همتای روسیه خودش خواهد داشت. همچنان در موارد دیگر هم گفتن که در این گفتگو صحبت میکنه و بعد از او در ملاقاتش قبل از کنفرانس خبری هم چیزی را که رسانه‌های روسی پخش کردن عزیز که در مورد توافقنامه‌ها و همچنان ضمانت‌های کتبی که روسیه در قبال تحریم‌های اخیری که بر علیه روسیه آمده صحبت کرده و همچنان گفته که خودت هم در خبر گفتی که ضمانت‌نامه‌های کتبی را از آمریکا گرفته که مانع عدم همکاری در چارچوب برنامه هسته‌ای ایران نشه. از توضیحاتت ممنونم همکارم علی کاظمی که از یکاترینبورگ روسیه با ما همراهی میکرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر عامل خارجی مانع توافق در مذاکرات احیای برجام شود، راه حل‌های دیپلماتیک دیگری جایگزین می‌شود. ما قبلا به طور شفاف گفتیم که تحریم‌های جدید علیه روسیه ارتباطی با برجام ندارد و نباید تأثیر روی توافق داشته باشد. قصد نداریم پیشنهاد جدیدی به روسیه درباره تحریم‌ها بدهیم و فکر نمی‌کنیم برای رسیدن به توافق نیاز به چنین کاری باشد. معتقدیم احیای برجام بهترین راه برای حل بحران هسته‌ای است، اما اگر عامل خارجی مانع توافق شود، راه حل‌های دیپلماتیک جایگزین داریم. رضا علیجانی فعال و ترگر سیاسی از پاریس با ما هستند. آقای علیجانی، اگرچه که در صحبت‌های آقای پرایس شنیدیم که از مانع خارجی در واقع صحبت کرد برای اینکه مذاکرات احیای برجام متوقف شده، از سوی دیگه آقای لاوروف اعلام می‌کنه که تضمین کتبی رو از آمریکا گرفته که روابط تجاریش با ایران مشمول تحریم‌های اعمال شده بر روسیه نباشه. اگر این اتفاق افتاده باشه و اگر این تضمین داده شده باشه، آیا به معنای عقب نشینی آمریکا در قبال روسیه و ایران؟ با سلام. ببین، برای پاسخ دادن به این سوال ما اول باید صورت مسئله رو یه خوری دقیق تر کنیم. روس ها یک بار درخواست نداشتن، دو بار درخواست داشتن. بعد از حمله روسیه به اوکراین و موج وسیع تحریم ها علیه روسیه، روس ها فکر کردن از مذاکره برجام کنار گذاشته شدن. اونها تقاضا کردن که باید ما در مذاکرات هستیم و ما هم بهره‌مند هستیم. طرف غربی آمریکایی ها پذیرفتن که شما در چارچوب برجام، اصلا یک بخشی از برجام به دوش روسا هست، در چارچوب برجام شما هم همچنان هستید و شامل تحریم نمیشید و اینا ثبت و ضبط شده در اسناد کتبی برجام. اما روسا بعد یه تقاضای دومی کردن، پاشون یه پله بالاتر گذاشتن که اساسا ایران بایستی از کلیه تحریم هایی که روسیه شده استثنا بشه، که آمریکایی ها بلافاصله این رو رد کردن. حالا این جمله‌ای که امروز آقای لاوروف گفته به چه معناست؟ آیا آمریکایی‌ها تقاضای دوم روسیه رو پذیرفتن؟ اگر این باشه که تا حالا آمریکایی‌ها موضع نگرفتن روی این جمله آقای لاوروف، یعنی آمریکایی‌ها عقب نشینی کردن و انعطاف نشون دادن. آیا روس‌ها از اون تقاضای دومشون کوتاه آمدن و به همون تقاضای اولشون اکتفا کردن؟ خب این انعطاف روس‌هاست برای اینکه برجام پیش بره. یا نه، یه گزینه سومی هست که روس‌ها دارن فریبکاری میکنن، با بازی بین این دو تقاضا میخوان خودشون از مسئولیت و فشار روانی که شما باعث شکست برجام شدید خلاص کنن. من این گزینه سوم رو تا اطلاع ثانوی، تا موقعی که آمریکایی‌ها موضع جدیدتری نگیرن، محتمل‌تر میدونم. امروز آقای امیر عبداللهیان هم تو چشم جهانیان و ایرانیان نگاه کرد و دروغ گفت که روسیه هیچ نقشی در این ماجرا نداره. کل جهان میدونن که علاوه بر مشکلاتی که بین ایران و آمریکا بوده، روسیه هم یه سنگی در این میان انداخته. حالا آقای امیر عبداللهیان که جزء معدود مدیر کلای وزارت امور خارجه است که آقای ظریف تصفیهش کرد، به خاطر همین نگاه به شرق و اولویت میدان بر دیپلماسی، حالا سوار بر دیپلماسی شده و فرمان میدان آقای خامنه‌ای و نگاه به شرق رو پیش میبره. آقای علیجانی، در ادامه صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان می‌شنویم که از این صحبت می‌کنه که روسیه تا آخر مذاکرات هسته‌ای کنار ایران خواهد ماند. چرا حضور روسیه تا این حد مهمه برای ایران؟ بله، این تأکید مجددی است بر نگاه به شرق و اعلام وفاداری به پیروی از روسیه و این انتخابی است که آقای خامنه‌ای کرده و در واقع سرنوشت برجام الان در بین سنگ آسیا به آقای خامنه‌ای و آقای پوتین
به گروگان گرفته شده و این گشایش اندکی که میتونست در سفره مردم به وجود بیاد گروگان شده و آقای امیر عبداللهیان امروز دوباره اعلام سرسپردگی کرد. فعلا تا اطلاع ثانوی خبر مثبتی ما راجع به برجام نخواهیم شنید. سپاسگزارم از توضیحات شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراهی میکردید. روزنامه اسرائیلی هارتس با تایید حمله پهپادی ماه گذشته اسرائیل به یک پایگاه هوایی ایران در کرمانشاه گفت در جریان این عملیات صدها پهپاد ایرانی هدف قرار گرفته و منهدم شدند. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی از وقوع یک آتش‌سوزی در یکی از انبارهای سپاه خبر داده بودند، اما پس از حمله موشکی ایران به اربیل، رسانه‌های وابسته به شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی حمله موشکی ایران به اربیل را پاسخی به حمله اسرائیل به پایگاه هوایی کرمانشاه دانستند. هوشیار زیباری وزیر خارجه پیشین عراق در واکنش به صحبت‌های سفیر ایران درباره حمله موشکی به اربیل گفته بهتر است ایرج مسجدی دوره دیپلماسی و حقوق بین‌الملل بگذراند تا از حسن همجواری و احترام متقابل بین کشورها آگاه شود. سفیر جمهوری اسلامی در عراق پیشتر گفته بود حمله موشکی به اربیل نه علیه حاکمیت عراق بلکه در واکنش به اسرائیل و پایگاه‌های این کشور در عراق بود. هیئتی از نمایندگان پارلمان عراق روز سه‌شنبه از محل اصابت موشک‌های سپاه پاسداران در اربیل بازدید کردند. همزمان شب گذشته حسن دانایی‌فر سفیر سابق ایران در بغداد و مسئول فعلی پرونده عراق در ایران وارد بغداد شد. رسانه‌های عراقی به نقل از منابع مطلع نوشتند سفر دانایی‌فر به منظور گفتگو با مقامات بغداد در رابطه با حمله موشکی سپاه به اربیل انجام شده است. تروسکه صادقی همکارم از اربیل با ما همراهی میکنه. آخرین جزئیات رو از خود تو بشنویم تروسکه. خب همچنان داریم میبینیم که هیئت‌های مختلف داخلی و خارجی دارن از محل اصابت موشک‌ها بازدید میکنن. همونطور که شما هم اشاره کردید قبل از ظهر امروز یک هیئت از مجلس نمایندگان عراق وارد اربیل شد، از محل بازدید کردند. معاون اول رئیس پارلمان عراق گفته که یعنی به نوعی پاسخ داده به گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی ایران به طور واضح و گفته عراق هیچ وقت تهدیدی برای کشورهای همسایه نبوده. این هیئت گزارشی اختصاصی به دولت عراق خواهند فرستاد در مورد که شده و تأکید کردن هر جای عراق مورد حمله قرار بگیره به معنای نقض حاکمیت کل عراق هستش. دو کمیته جدید قرار شده تشکیل بشه، یکی به دستور نخست وزیر عراق هستش با مقامات امنیتی اقلیم کردستان در رابطه با این حمله‌ای که اتفاق افتاده و تحقیق کردن از اون، و از طرف دیگه کمیته در بین جریان صدر و حزب دموکرات کردستان عراق تشکیل میشه در رابطه با ادعای گروه‌های شبه نظامی در مورد اینکه آیا مراکز جاسوسی یا مراکز وابسته به اونطور که حالا گروه های شبه نظامی میگن وابسته به موساد در اقلیم کردستان و اربیل وجود داره یا نه. افکار عمومی اما به شدت نگران هستن از اظهارات گروه های شبه نظامی، همچنان دارن حمایت میکنن از این حمله و نگران هستن که منجر بشه به اینکه بی‌ثباتی بیشتر در عراق و ناامنی بیشتر در عراق به وجود بیاد. شب گذشته همونطور که شما هم اشاره کردید حسن دانایی‌فر مسئول پرونده فعلی عراق در دولت ایران وارد بغداد شد، با مقامات بلندپایه بغداد دیدار و گفتگو کرده ولی جزئیاتی از اون منتشر نشده. در هر صورت چیزی که ناظران اینجا دارن در موردش صحبت میکنن اینی که با توجه به آشفتگی سیاسی که اینجا در عراق وجود داره دولت عراق شاید نتونه به طور عملا حملات و تهدیدات جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه. از توضیحات ممنونم تروسکه همکارم، تروسکه صادقی از اربیل با ما همراهی میکرد. اما بررسی بیشتری داشته باشیم برای این موضوع با علی سرزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه که از فرانکفورت با ما هستن. آقای سرزاده، اگر بخوایم رجوع کنیم به گزارش روزنامه هارتس در مورد اینکه خب حمله اسرائیل به پایگاه پهپادی سپاه پاسداران رو در واقع تایید کرده، آیا این به معنای این هستش که جنگ بین اسرائیل و ایران عملا علنی تر شده و یک رویارویی مستقیم هست؟ کاملا رویارویی مستقیم هست. آقای نتانیاهو دیروز یک سخنرانی کرد که ما بایستی که یعنی دولت اسرائیل بایستی که حملاتش رو افزایش بده علیه فعالیت‌های موشکی ایران. این عکس العمل آقای نتانیاهو بود بعد از حمله ایران به اربیل و این مطلبی است که تقریبا تمام رسانه‌های اسرائیل میگن. تنها نتانیاهو نیست، بلکه کسانی که در دولت فعلی اسرائیل هم هستن میگن که این حمله موشکی ایران به اربیل نشان داد که مسئله برجام، مسئله موشکی ایران رو حل نمی کنه
و همونطور که اسرائیل موشک‌های ایران رو یک تهدیدی برای خودش میدونه، میگه که حتی با انجام توافق برجام ما با حملمون به ایران باید ادامه بدیم تا زمانی که مسئله موشکی ایران حل نشده. ولی مهمتر از این مسئله اسرائیل، من فکر می‌کنم این حملات موشکی ایران تأثیری است که روی مشخصا روابط ایران و عراق داشته، چون عراق یک کشور مهمی است برای ایران، شاید مهمترین کشور است در منطقه با توجه به اکثریت شیعه، با توجه به نفوذی که ایران در اونجا داره، با توجه به نقشی که ایران در عراق داشته و عراق برای ایران داشته. این کار ایران، کار سپاه پاسداران، عملا باعث شده که اعتماد ما بقیه اعتمادی که نسبت به ایران بود هم از بین بره. همونجور که شما گفتید، آقای هوشیار زباری وزیر امور خارجه سابق عراق به سفیر ایران در عراق، یعنی آقای ایرج مسجدی، گفته که شما اول برو یه دوره حقوق بین الملل ببین، بعد در مورد این حمله موشکی صحبت بکن. چون آقای مسجدی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده که این حمله ایران حمله به عراق نیست و حمله به امنیت عراق نیست، در حالی که هم دولت عراق، هم دولت کردستان، هم بزرگترین فراکسیون مجلس عراق گفتن که این حمله به امنیت عراق است. و مهمتر از همه این که آقای مقتدی صدر، رهبر بزرگترین فراکسیون مجلس، و دولت کردستان هر دو میخواهند به شورای امنیت سازمان ملل علیه سپاه پاسداران ایران به خاطر این حمله شکایت بکنن. و این عملی است بی‌نظیره. اگر بخوایم به همین واکنش های داخلی مقامات عراقی نگاه بکنیم، چقدر احتمال میره که در واقعیت مقام های ایرانی از این حمله خبر نداشتن؟ مثل اینکه خبر نداشتن بعضی از مقامات ایرانی، چون به هر حال قبل از اینکه اصولا سپاه پاسداران اعلام موضع بکنه، شما به خاطر دادید رئیس کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اصلا کار ایران نبوده این حمله. تلویزیون المیادین که نزدیکترین تلویزیون به مقامات اطلاعاتی و مقامات حزب الله ایران هست، اعلام کرد که ایران این حملات رو انجام نده، ولی یک ساعت بعد در حقیقت سپاه پاسداران مسئولیت رو به عهده گرفت و نشون داد که در حقیقت سپاه پاسداران عملا دولتی است در دولت که حتی به کمیسیون امنیت شورای ملی ایران هم مجلس هم اهمیت نمیده، با اینکه کمیسیون امنیت هر مجلسی در حقیقت بایستی در جریان توافق آخرین مسائل امنیتی باشه. من فکر میکنم که سپاه پاسداران داره راه خودش رو میره و بقیه گروه ها هم در ایران، چه در درون دولت و در کنار دولت، اونها هم راه های خودش رو میره. سپاسگزارم از توضیحات شما. علی سرتاره، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت. اما در خبری فوری، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این کشور به تعامل با روسیه در بازگشت به اجرای کامل توافق هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد. این مقام وزارت خارجه اعلام کرده واشنگتن مشارکت روسیه در پروژه‌های هسته‌ای را که بخشی از اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران است تحریم نمی‌کند. در روزهای پایانی سال و موعد تصویب بودجه، شورای نگهبان با مصوبات اصلی مجلس در حوزه اقتصادی از جمله حذف ارز 4200 تومانی و آزادسازی واردات خودرو مخالفت کرد، موضوعی که با توجه به ابعاد امنیتی و اجتماعی این تصمیمات و حضور نهادهای مانند اطلاعات سپاه پاسداران در جلسات تصمیم گیری در این حوزه، احتمال ورود نهادهای حکومتی بالاتر از مجلس به این حوزه برای اخذ تصمیم نهایی را تقویت می‌کند. کمتر از 4 روز تا شروع سال 1401 و تصمیم ها درباره ارز ترجیحی در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان بار دیگر معلق ماند. از ارز 4200 تومان با 194 رأی موافق کمتر از 10 روز پیش در مجلس رأی آورده بود. امروز شورای نگهبان ضمن رد این مصوبه به دلیل ایرادات شورای عالی نظارت آن را به مجلس ارجاع داد. شورای نگهبان نسبت به متنی که نوشته شده بود اجمالاً نکته‌ای نداشت، ولی هیئت عالی نظارت جز همون مواردی که عرض کردم، هیئت عالی نظارت خب نکات خودش رو در قالب اون نامه در این مورد هم به ما ارسال کرده بود. لذا باید عرض بکنم که پرونده این موضوع همچنان قاطعا بازه و مجلس باید اصلاحاتی در مصوبه خودش انجام بده. مشخص نیست آیا این ایرادها در راستای حفظ ارز ترجیحی یا حذف آن است.
در واقع مهمترین بخش بودجه 1401 برای مردم و گره خورده با نرخ کالاهای اساسی در هزار توی سیاست‌های کلان نهادهای حکومت گیر افتاده است. پیشتر که رأی به حذف ارز ترجیحی نهایی شد، اگرچه که بنا به گفته شماری از نمایندگان مجلس این تصمیمی یک دقیقه‌ای بود، اما نشست وین هنوز با بن‌بست بازی روسیه با کارت ایران روبرو نشده. حالا اما جیب ارزی دولت دچار تهدیدات جدی شده و باید برای گذار از بحران تمهیداتی پیاده کند. مشابه همین تصمیم برای آزادسازی واردات خودرو یا مافیات سربازی اتفاق افتاده. دولت که خود سهامدار عمده شرکت‌های انحصاری خودروساز است، وعده رقابتی شدن بازار و کاهش قیمت خودرو را داد. حالا اما تحقق این وعده‌ها هم با مخالفت نهادهای بالاتر حکومت مواجه شده. سوی دیگر این بدعهدی‌ها واقعیت زندگی هر روز شهروندان است با شیب سودی نرخ کالا و خدماتی که توقف ندارند. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از ثبت تورم بیش از 470% قیمت کالاهای وارداتی در 4 فصل منتهی به پاییز خبر می‌دهد. این عدد پیش از حذف ارز ترجیحی است. معادلات کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که حذف ارز 4200 تومانی بازار را با شوک جدی‌تر و بحران جدیدی روبرو خواهد کرد. بحرانی فراتر از بحران اقتصادی، بحرانی که فرماندهان سپاه پاسداران در اسنادی که توسط گروه سایبری امام علی 13 بهمن رسانه‌ای شد، بر آن اذعان داشتند. نقشه راه حکومت در قبال ارز ترجیحی و اساس سیاست‌های کلان اقتصادی در همان اسناد هویداست. برگزاری نشست غیرعلنی مجلس درباره ارز ترجیحی 1 اسفندماه با حضور حسین طائب مسئول اطلاعات سپاه هم تاییدیه‌ای بر آن تصمیم هاست. وعده ابراهیم رئیسی برای ریشه‌کن شدن فقر در 1 هفته و گران نشدن کالاهای اساسی حتی دیگر جنبه تبلیغاتی و عوام فریبی خود را هم از دست داده. فیروز جابانی، لندن. لیلی خامنه روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر با ما هستن برای بررسی بیشتر همین مسئله. خانم خامنه، چرا این همه سردرگمی وجود داره برای تصمیم گیری درباره ارز ترجیحی در بودجه سال آینده؟ ببینید، وقتی که درباره سردرگمی صحبت میکنیم، همونطور که در گزارش شما هم اومد، دیدیم که سردرگمی که امروز دولت با اون مواجه هستش، نه تنها در مورد موضوع مهمی مثل ارز ترجیحی، حذف ارز ترجیحی وجود داره، بلکه در مورد موضوعات دیگه مثل خودرو، مثل فروش سربازی، موارد دیگه‌ای هم وجود داره که کل این ماجرا نشان دهنده یک چیز، یک نتیجه رو میده و اون هم این هستش که واقعا به نظر من دولتی که امروز وجود داره بر سر کار هستش، بسیار ناهماهنگ هستش و یا حتی فاقد مردان قدرتمند و تصمیمگیران قدرتمند اقتصادی هستش که بتونه کمی اوضاع رو، این اوضاع به هم ریخته ای رو که در آینده به یک بحران خیلی جدیتری هم داره تبدیل میشه، مدیریت بکنه. یعنی عملا وضعیت موجود خودش هشداری هستش که ما بتونیم در سال آینده با وضعیتی که میبینیم امروز در جهان هم مواجه شدیم، کرونا، جنگ و تمام اینها، ایران رو که یک کشور وارد کننده هستش، خود اینها وضعیت ایران رو در از نظر اقتصادی در سال آینده سخت‌تر و سخت‌تر خواهد کرد. این یک جنبه از ماجرا. اما جنبه بعدی که اون هم نسبت به جنبه اول کم اهمیت نیست، این هستش که سهم‌خواهی عده‌ای هستش که از ارز 4200 تومانی همچنان برای دریافت اون دارن به دولت فشار وارد می‌کنند و حاضر نیستند که از منافع خودشون در مورد این ارز کمی کناره‌گیری بکنن. بالاخره همه می‌دونیم، ثابت شده، در اخبار آمده که این ارز سفره‌ای رو پهن کرده بود و برای عده‌ای این ارز منافع خیلی زیادی رو داشته، یا به عبارتی رانت بزرگی رو در بر داشته، اما برای مردم، خب سفره مردم رو هم کوچکتر کرده. به نظر من این دو تا بفرمایید.
میخواستم در مورد واردات خودرو هم در فرصتی که هست حتما از شما بپرسم، این که با وجود اینکه مصوبه مجلس در واقع در مورد آزادسازی واردات خودرو وجود داشته، اما این مسئله به تشخیص شورای در واقع به مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان سپرده شد که اونها رد کردن. چرا یک موضوع اقتصادی باید به مجمع تشخیص مصلحت سپرده بشه؟ دقیقاً، اصلا مجمع تشخیص مصلحت یا شورای نگهبان نمیتونن در مورد این موضوع که خیلی هم فنی هستش نظر بدن. چرا؟ چون واردات خودرو هم مثل حذف ارز 4200 تومانی از بحث‌هایی هستش که متاسفانه اون هم دچار یک سهم‌خواهی هستش از سوی عده‌ای که از سوی اجازه نمیدن واردات خودرو به کشور انجام بشه و جلوی این ماجرا رو میگیرن، و از سوی دیگه اگر هم این واردات این تصمیم صورت بگیره، باز هم اونها وارد ماجرا شدن، دارن اعمال فشار میکنن، لابی های خودشون رو در حال انجام دادن هستن با مراجع بالاتر برای اینکه بتونن درآمدی رو از این موضوع کسب بکنن و به هر حال بتونن سود لازم رو از و منفعت خواهی های لازمش رو داشته باشند. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی که از ازمیر با ما همراهی میکردید. در خبری فوری، در واکنش به تحریم‌های روسیه پس از حمله به اوکراین، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد این کشور جو بایدن رئیس جمهور و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را تحریم کرده است. بنابر اعلام وزارت خارجه روسیه، تحریم‌های مسکو در مورد وزیر دفاع آمریکا، مشاور امنیت ملی و رئیس CIA و همچنین دیگر مقام‌های آمریکایی هم اعمال می‌شود. چه خبر دیگر از ایران را حالا با هم ببینیم و بشنویم. صدیق نماینده پارلمان بریتانیا در توییتی نوشت نازنین زاغری راتکلیف پاسپورت بریتانیایی خود را دریافت کرده است. خانم صدیق اضافه کرده نازنین همچنان در خانه‌اش در تهران است و تیمی بریتانیایی برای مذاکره با مقام‌های ایران در تهران حضور دارند. پیشتر حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری گفته بود امیدوار است به زودی درباره موکلش خبرهای خوبی برسد. کاوه لاجوردی مدرس و مترجم ریاضی و فلسفه اعلام کرده در اعتراض به سانسور جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی را قبول نمی کند. ترجمه آقای لاجوردی از کتاب جان لاک فیلسوف برجسته انگلیسی از برنده های جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی اعلام شده است. لاجوردی در بلاگش نوشته به تصمیم شخصی خودش این جایزه خاص را نمی پذیرد تا به شکلی رساتر از قبل به روال بسیار شایع و کاملا غیر عقلانی سانسوری که یکی از متولیان اصلیش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اعتراض کند. خبرگزاری هرانا از اعتصاب قضایی حمزه درویش زندانی سنی مذهب در زندان لاکان رشت خبر داد. بنابراین گزارش، این زندانی سیاسی در اعتراض به صدور حکم حبس بدون دسترسی به وکیل و عدم حق اعتراض به حکم صادر شده از روز چهارشنبه اعتصاب قضا کرده است. به گزارش هرانا، حمزه درویش اخیراً در پرونده جدید که در دوران حبس برای او تشکیل شده به 2 سال و 1 ماه حبس محکوم شده است. سارا فلاحی نماینده ایلام اعلام کرد پدیده ریزگردها در استان‌های غربی ایلام را در کمای تنفسی فرو برده است. او همچنین گفته اگر اقدامی نشود سونامی سرطان مردم ایران را ایلام را در بر خواهد گرفت. فلاحی همچنین گفت مردم ایلام در دوران جنگ در حصار بمب و موشک بودند و امروز ریه‌هایشان در زمین اسیر کرونا و در آسمان درگیر ریزگردهاست. بیستمین روز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با حملات هوایی گسترده به کیف ادامه پیدا کرد. در بمباران 4 آپارتمان مسکونی در پایتخت دست کم 4 شهروند اوکراینی کشته شدند. گزارش‌ها از حضور نیروهای روسیه در 10 کیلومتری کیف حکایت دارند. در شهر دنیپرو فرودگاهی با موشک‌های روسی بمباران شده. در جنوب اوکراین به تایید وزیر دفاع این کشور، ارتش کنترل کامل قلمرو منطقه خرسون را به دست گرفته است. به گزارش رویترز تعداد پناهجویانی که از جنگ اوکراین گریختند نزدیک به 2,800,000 نفر برآورد می شود.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در تماس تصویری با رهبران اروپا اعلام کرد باید قبول کنیم ناتو اوکراین را به عضویت نمیپذیرد. زلنسکی در این حال بار دیگر از ناتو خواست تا یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین ایجاد کند. زلنسکی گفت ناتو قوی ترین اتحاد در جهان است، اما به نظر می رسد برخی رهبران عضو این پیمان از تجاوز روسیه هیپنوتیزم شدند. پرواز ممنوع هست که هنوز آغاز نشده و اجازه داده که ارتش روسیه همچنان بمباران بکنه، شهرهای آرام و نابود بکنه، خانه‌های مسکونی، بیمارستان‌ها و مدارس رو در کیف امروز بسیاری از ساختمان‌ها بمباران شدن و خیلی‌ها کشته شدن. تصاویر زنده‌ای که با هم می‌بینیم مربوط است به خیابان‌های کیف پایتخت اوکراین در واکنش به تحریم‌های روسیه. پس از حمله به اوکراین، در آخرین خبر وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که این کشور جو بایدن رئیس جمهور و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را تحریم کرده. بنابر اعلام وزارت خارجه روسیه، تحریم‌های مسکو در مورد وزیر دفاع آمریکا، مشاور امنیت ملی، رئیس CIA و دیگر مقام‌های آمریکایی هم اعمال می‌شود. اجازه بدید بریم به گذرگاه مدیکا در مرز لهستان و اوکراین و همکارم مهران عباسیان که با ما همراه می‌شود از آخرین خبرها و همینطور وضعیت پناهندگان در این منطقه برای ما بگه. مهران. خب پریسا، به دلیل بمباران‌های شب گذشته و امروز صبح در کیف، شهردار این شهر 35 ساعت من رفت و آمد اعلام کرد. همچنین ماریوپول هم چند بار مورد موشکباران قرار گرفت، اما 2000 نفر تونستن از این شهر خارج بشن و به سمت مرزهای لهستان بیان. امروز صبح در مرز مدیکا تا به الان حدود 50,000 نفر از اوکراین به اینجا اومد. امروز صبح هم رسانه‌های لهستان اعلام کردند که نخست وزیران لهستان، جمهوری چک و اسلوونی قرار در کیف با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار داشته باشند و این دیدار رو نام بردن که برای پشتیبانی از مردم اوکراین و استقلال اوکراینه و این رو یک نوع پشتیبانی از طرف اتحادیه اروپا برای کشور اوکراین دونستن. نخست وزیر چک اعلام کرد که این یک دیدار رسمیه. از حال و هوای مرز براتون بگم. گفتم از صبح تا به این ساعت چیزی که پلیس و نیروی ارتش لهستان اعلام کرده، حدود 50,000 نفر از ساعت 6 صبح به اینجا اومدن. اکثر قفه ها سه شبانه روزه که تعطیل نشدن. هفته گذشته این مرز تا ساعت 8 بعد از ظهر کار میکرد، اتوبوس ها به اینجا میومدن و مردم رو منتقل میکردن، اما سه روزه که شبانه روز این مرز در حال فعالیته و هر ساعت هم دارید میبینید خودتون که مهاجرا اینجا هستن، هیچ ساعتی خالی نشده. حدود 1000 نفر از کشورهای مختلف داوطلبان اومدن و اینجا مشغول فعالیتن. از دکتر، رستوراندار، مغازه‌دار پوشاک، همه اینجا هستن تا بتونن به مهاجرا کمک کنن. مهران، همونطور که خودت هم گفتی، تصاویر پشت سر گویای همه چیز است. ممنونم از توضیحاتت مهران عباسیان که از گذرگاه مدیکا میان لهستان و اوکراین با ما همراهی میکرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا چهارمین بسته تحریمی خود علیه برخی افراد و نهادهای روسیه را به تصویب رساندند. رهبران اروپا توافق کردند طرح عدم وابستگی به گاز، نفت و زغال سنگ روسیه را در اسرع وقت اجرایی کنند. ممنوعیت واردات فولاد و آهن از روسیه و ممنوعیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نفتی و انرژی بخشی از این بسته تحریمی است. بریتانیا هم 370 تحریم جدید را به لیست تحریم‌های روسیه اضافه کرد. ژاپن دارایی‌های 17 فرد روسی از جمله اعضای خانواده یکی از متحدان نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسدود کرد. کورینر، بزرگترین شرکت هواپیمایی کره، هم گفته که تمامی خدمات مسافری و باری خود در روسیه را تا پایان ماه آوریل متوقف خواهد کرد. همزمان در اروپا، تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد پلیس بریتانیا سعی می‌کند افرادی را که به خانه گران قیمت اولگ دریپاسکا از اولیگارش‌های مشهور روسیه در مرکز لندن هجوم بردند خارج کند. Thank you.
همکارم لیلی نیکفر رفته به مرکز لندن، جایی که محل این خانه هست، تا برای ما بیشتر گزارش بده از وضعیت خانه برای ما بگو الان لیلی، و اینکه آیا ساکنان اون هم در موقع حمله حضور داشتن یا خیر. خب وقتی که در واقع این معترضان به جنگ، معترضان حمله روسیه به اوکراین به این خانه حمله کردن، کسی در این خانه حضور نداشته، اما پلیس تونسته بالاخره اونها رو خارج کنه. اما خب چیزی که مشخص پشت منم اگه بتونید ببینید، این در این خانه به صورت کامل از جا کنده شده و الان تبدیل شده به یکی از در واقع محل‌های جالب برای رهگذران، میان باش عکس میگیرن و همه به عنوان این خانه ثروتمند روسی ازش یاد میکنن. بعضی از رهگذران مخالف این عمل معترضان بودن، اما بعضی هاشون هم حمایت میکنن به نوعی از این عمل اشغال این خانه. خب میدونیم که صاحب این خانه یکی از سرمایه‌داران حوزه انرژی هست که گفته شده که روابط بسیار نزدیک با پوتین داره و از حامیان دولت پوتین هست و تنها کسی هم نیست که در لیست این تحریم ها بوده. تعداد زیادی، مثلا گفته شده که آقای آبراموویچ، کسی که صاحب باشگاه چلسی هم هست، ورزشگاه چلسی هم هست، جز این تحریمی ها بوده. چیزی که هست اینه که چیزی که باعث تعجب خیلی ها شده اینه که این محله خب یک محله مرفه‌نشینی هست و امنیت بالایی حداقل به نظر می رسیده که داشته، و اینکه چطور معترضان تونستن تا داخل این منزل مسکونی برن، این منزلی که یک عمارت محسوب میشه و داخل سینمای خانگی هم حتی وجود داره، در واقع یک سینمای اختصاصی وجود داره، حمام ترکی وجود داره و خانه های اطراف هم مشابه همین وضعیت هستن، و اینکه چطور معترضان تونستن داخل یک همچین خانه ای برن و اونجا رو در واقع تصرف کنن، جای تعجب داره برای خیلی ها. ممنونم از توضیحاتت همکارم لیلی نیکفر که از مرکز لندن با ما همراهی میکرد. در پایان خبر پنجه است با هم تصاویری به زنده ببینیم از دو فضانورد ناسا که در حال خارج شدن هستن از ایستگاه فضایی بین‌المللی 66 ایالات متحده. این دو فضانورد برای عملیات آماده سازی کانال برق این ایستگاه ملزم به خروج از آن و پیمودن مسیری هستند که پیاده روی فضایی نام داره. مقامات ناسا اعلام کردند که در اواخر این ماه یک فضانورد آمریکایی هم قرار است با دو فضانورد دیگر سوار بر فضاپیمای سایوز از ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین بازگردد. فضاپیمای سایوز سومین برنامه فضایی سرنشین‌دار اتحادیه جماهیر شوروی بوده و در حال حاضر مدیریت آن بر عهده سازمان فضایی روسیه است. We copy. Thanks for that description. So let me tell you what I've got here. I lost the washer in the middle. I've got the lanyard. در مجموعه چهره ها با افرادی همراه میشیم که به دلایل گوناگون ترک خاک وطن کرده و در جوامع جدید خود را در مقابل چالش ساختن یک زندگی جدید یافتند. از شما دعوت میکنم امشب ساعت 19:15 به وقت تهران بیننده قسمت چهارم از فصل جدید چهره ها در سوئیس باشید. تا دقیقه دیگر کاملیا پورکتایی با شما خواهد بود با بخش اقتصاد و بازار. تا فردا 5 عصر وقت شما خوش.